امشب این فرشای قرمز باز میزبان ستارگان سینما و سینماگران مختلفی از سراسر جهان خواهد بود در جشنواره دریای سرخ که تازه سال گذشته کار خودش رو شروع کرده، اما به سرعت جای خودش رو باز کرده و به بزرگترین جشنواره سینمایی خاورمیانه بدل شده که امسال 130 فیلم از 61 کشور جهان رو نشون میده و فیلمسازان مختلفی روی این فرشای قرمز حضور خواهند داشت و در بخش مسابقه هم فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان نمایش داره، اون هم در کشوری که تا چند سال پیش حتی یک سالن سینما هم نداشت، اما صدها سالن سینما طی چند سال اخیر ساخته شده و حالا عربستان سعودی به بزرگترین مارکت، بزرگترین بازار سینمایی خاورمیانه بدل شده به دلیل اینکه بلیت‌های سینما هم اینجا گران هست، در نتیجه به بزرگترین بازار برای سینمای جهان بدل شده و اینجا در جشنواره دریای سرخ هم یک بازار بزرگ سینمایی برگزار میشه که تهیه کننده ها و پخش کننده های مختلفی از سراسر جهان تو شرکت دارن. یک بازار 4 روزه خواهد بود که در آن به خرید و فروش فیلم خواهند پرداخت و جلسات مختلفی هم برگزار خواهد شد در کنار برنامه‌های مختلفی چون نمایش فیلم، کنسرت، کنفرانس و بحث‌های سینمایی که اینجا جده رو به مرکز سینمایی خاورمیانه طی این 10 روز تبدیل خواهد کرد. امسال باز در بخش مسابقه فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان حضور داره، از جمله یک فیلم ایرانی به نام روستای بی‌فرزند ساخته رضا جمالی. 20 سال بعد کازم kendimizin arvatlarını doğma malından filmi düzeltmişti. این فیلم جذابیه که به زبان ترکی ساخته شده و داستان روستایی رو روایت میکنه که توش در واقع بچه‌ای به دنیا نمیاد، اما یک فیلمسازی از یکی از اهالی روستا که میخواد یک فیلمی راجع به این قضیه بسازه، 20 سال پیش سعی کرده راجع به این قضیه فیلم بسازه، اما اون موقع زنها رو مقصر میدونسته که نمیتونن بچه دار بشن، در نتیجه زنها علیه شوریدن و نگذاشتن که فیلم رو تموم بکنه، ولی حالا بازگشته و میخواد حقیقت رو پیدا کنه و اینکه ممکنه مشکل از مردها باشه. فیلم فضای رئالیستی داره اما در این حال به سورئالیسم پهلو میزنه و فضای جذابی خلق میکنه که میتونه تماشاگر رو به راحتی با خودش همراه بکنه توی دنیای غریبی که دیدنش میتونه برای تماشاگر جذاب باشه. حالا قرار هست که آقای جمالی هم در جشنواره حضور داشته باشه و ببینیم که آیا سینما ایران به مانند سال گذشته سهمی از جوایز خواهد داشت یا نه. سال گذشته در اولین دوره فیلم جاده خاکی پناه پناهی فیلم موفقی بود در جشنواره و جوایزی رو با خودش به خونه برده بود. حالا باید دید امسال هم سینما ایران سهمی خواهد داشت یا نه.